اختلاف‌های سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی یکی از موارد بوده که باعث با وجود آمدن نگرانی‌ها در نزد مردم افغانستان و کشورهای حامی افغانستان گردد. به تازگی کشورهای حامی افغانستان و همچنان فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از سران حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته تا اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند. در مورد تاثیرات و چگونگی موجودیت و با وجود آمدن این اختلاف‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای رحمان اوغلی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان. آقای رحمان اوغلی، سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان. تا چی دلایل را که باعث میشه تا اختلاف‌های سیاسی شکل گرفته میان سران حکومت وحدت ملی را دلایل میدونین که واقعا بسیار مهم است، تاثیرگذار است و میتونم که قابل بحث باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما آقای ملک و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون تلو و تستد نورکاران این شبکه عرض سلام و احترام دارم و بعد خدمتتون عرض بکنم که آنگونه که شما به عنوان شهروند و من هم به عنوان یک شهروند این کشور همه شاهدیم، وضعیت موجود در حدی و وضعیتی هست که متاسفانه مردم افغانستان را و بخصوص تعدادی از رهبران را بر آن وامی دارد تا حقایق موجود را بازگو بکنند و حداقل ممکن اگر بوده باشه راه و چاره ای برای پیشگیری از این معضلات، برای پیشگیری از این بحران ها وجود بیاورند. بنابراین من فکر می کنم که اختلافات با وجود آمده یک امر طبیعی هست و کسانی خود را مسئول می دانند که با وضعیت و خصوصا وضعیت بحرانی موجود سر سازگاری نداشته باشند و اظهاراتی داشته باشند در خصوص و یا در راستای انعکاس نظریات مردم. بنابراین آنگاهی که رهبران حکومت وحدت ملی خودشان از آدرس همکارانشان شکایت میکنند، این بدان معنا نیست که همه به توان شخصی بوده باشه. خواهی نخواهی در اونجا حقیقتی نهفته است و باید واکاوی شود، مشگافی شود تا این حقایق را دریافت. آقای رحمان اوغلی، بحث مهمتر این است که از زمان حکومت وحدت ملی آغاز به کار کرد، تعدادی هم باور داشتند که آغاز به کار حکومت دلیل بوده که اختلاف ها را به خود به همراه داشته باشه. این اختلاف ها از ریاست اجرایی آغاز شد تا رسیدن به نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات، همین گونه بلند شدن صداهای معاون اول ریاست جمهوری، به این مفهوم که چرا در این دو سال ادامه پیدا کرده، حداقل کاهش نداشته. ببینین، برای پیشبرد امور در یک حکومت باید انسان ها و به خصوص رهبران بیشتر وفادار به پالیسی ها و منافع مردم افغانستان بوده باشند. اما متاسفانه ما میبینیم که در جریان کار حکومت وحدت ملی بسیار برجسته شد که متاسفانه تعدادی از رهبران این حکومت بیشتر وابسته به مسائل عشیرت قومی هستند، بیشتر متاسفانه اختلافات سلیقوی را دامن میزنند و بر تعهداتی که برای مردم افغانستان سپاریدند و یا برنامه هایی که برای مردم افغانستان ارائه کردند پشت پا زدند. بنابراین این همه مسائل باعث شده که حکومت وحدت ملی نتوانه با تمام انرژی و پتانسیالی که برایش وجود داشت کار عملی انجام بده. به همین خاطر هم مردم حالا به این نتیجه رسیدن که این حکومت ناکام بوده و به همین سبب هم ممکن بوده باشه که تعدادی از رهبران در این حکومت، بخصوص معاون اول ریاست جمهوری و یا کسان دیگر، لب به شکوه و شکایت گشودند، به خاطر از اینکه اونها فکر میکنند که در برابر مردم و در برابر جمعی که اونها را تشویق کرده یا به دکتر عبدالله و یا هم به دکتر اشرف غنی رای بتن مسئول هستند، چون اونها سیاسیون هستند و ممکن انتخابات بعد از دو سال چند ماهی باید در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری تدویر شود. در اون صورت کسی که نتوانه موفق عمل بکنه و کسی که نتوانه مطابق مکلفیت های صلاحیت های خیش را تعمیل بکنه و کسی که نتوانه انتظارات و توقعات مردم را آماده بکنه، خواهی نخواهی او لب به شکوه میگوشاید، لب به شکایت میگوشاید. آقای رحمان اوغلی، خود این حکومت وحدت ملی با این ساختار و با این ویژگی که در افغانستان ایجاد شد و کار آغاز کرد، خودش تا چه دم یکی از دلایل بوده میتونه که واقعا این اختلاف ها شکل باید بگیره؟ ببینین آقای ملک، افغانستان مرکز متعدد قدرت هاست. افغانستان کشوری نیست که یا به اصطلاح سرزمین دموکراتیک نیست که او را بتوان مطابق قانون اساسی و یا مطابق قوانین مدنی با یک دست اداره کرد.
این چیزی که معمول بوده در افغانستان یک چنین چیزی در کشورهای دموکراتیک دیگر هم معمول است. اونها فقط در چوکات یک اداره ائتلافی، در چوکات یک حکومت ائتلافی با اشتراک احزاب یک چنین قدرت می توانند تمثیل بکنند. افغانستان را خصوصا حکومت وحدت ملی را تفاوتش با کشورهای دیگر می بوده که 50-50% بین سهامداران انتخابات قدرت به گونه‌ای تقسیم شده تا اینا بتوانند تحت اما نفوذ و یا تحت تأثیر قانون اساسی افغانستان و قوانینی که وجود داره برای مردم افغانستان خدمت بکنن، چون که برنامه و اهداف هر دو طرف هم خدمت به مردم افغانستان بوده. به همین خاطر هم هست که ایره ما بسیار طبیعی میدانیم، اما اختلافاتی که به وجود میایه و اختلافاتی که شنیده نمیشه این متاسفانه از همون موضوعی سرچشمه میگیره که این موضوع میتوانه بیشتر سلیقه‌ای باشه. به خاطر از اینکه مثلا شما در ازارات اخیر آقای جنرال دوست و معاون اول ریاست جمهوری بسیار با وضاحت در میابین که ایشان از رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی جدا ناراضی هستند و نگران هستند از بابت این قدرت موجود و یا از بابت اینکه این قدرت نتوانه حتی ادامه بیابه. آقای رحمان اغلی، بحث دیگر این است که با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، اختلافایی که وجود داره، جامعه جهانی هنوز هم به عنوان بزرگترین حامی حکومت افغانستان در کنارش هست، حمایت‌هایش ادامه داره. نشست بروکسل یک نمونه بسیار خوب بوده میتونه. پس این وضعیت تا چه تاثیرگذار بوده میتونه یا نمیتونه بر تصامیم حمایت جامعه جهانی از حکومت افغانستان؟ ببینید آقای مسعود، نشست بروکسل میتونه بسیار مهم باشه، اما نمیتونه آنگونه که مسائل داخلی افغانستان بر سر حکومت داری تاثیرگذار هست، بروکسل نمیتونه جدا در مسائل افغانستان تاثیرات خود را و اهمیت خود را داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه پولی وعده شده و اون وعده این پول هم مشروط است. مشروط بر این که حکومت داری خوب وجود داشته باشه، مشروط بر این که فساد وجود نداشته باشه، مشروط بر این که حقوق زن و حقوق بشر رعایت شوه. مسائلی هستند که اینها حالا ارزش های گمشده افغانستان هستند. مثلا همین روز شما دیدید که بیشتر از 30 تن از شهروندان افغانستان ساکنین ولایت غور به جوخه اعدام و به تیرباران سپاریده شدند که ما از این بابت مراتب تسلیت قلبی را خدمت شهروندان و بخصوص همشهریان عزیز غور تقدیم میکنیم. وقتی که امنیت وجود نداشته باشه، وقتی که حقوق شهروندی نتوانه رعایت شه، حقوق شهروندی چیه؟ همین که یک شهروند امروز بخواهد از کابل طرف مزار شریف حرکت بکنه، مسئولیت فیزیکیش باید تامین بوده باشه. شما وقتی که به پلخمری میرسین، به خاطر از اینکه به سمنگان برین، شما ساعت ها میتونین توقف بکنین به خاطر از اینکه شما مطمئن شوین که در چشمه شیر و یا اطراف اکناف آن طالبان سنگر گرفتن، طالبان پوسته ایجاد کردن و یا خیر، شما میتونین از اینجا با صحت سالم از اینجا تیر شوین. بنابراین ببینین که حقوق شهروندی هم نمیتونه تضمین باشه. حقوق مثلا انسانی و یا حقوق ملی ادعای وجود داره که حاکمیت آقای اشرف غنی حاکمیت قومی هست، حتی در سطح سویه ای که گفته میشه حاکمیت محلی هست، عشیرتی هست. بلی این حکومت وحدت ملی هست. حالا واضح است که یعنی چگونگی ساختار داره و مردم افغانستان در این حکومت خواستار سهم هستند و باید خود را ببیننم که حق مردم افغانستان هم بوده. ولی مهمتر این است که حالا این مشکلات داخلی تا چی ادم تاثیرگذار می باشه و یا هم نمی باشه بر تصامیم جامعه جهانی بر حمایت از حکومت افغانستان؟ ببینین ما تا جایی که به عنوان یک شهروند برداشت دارم و مردم را نظریاتش و افکارش در مورد حکومت وحدت ملی مطالعه می کنم، متاسفانه حکومت وحدت ملی در یک وضعیت بسیار اسفناک و بحرانی هم خود را قرار داده و هم مردم افغانستان را. حتی یک چنین پیشگویی هایی وجود داره در صورتی که حمایت نیروهای ناتو و حمایت دوستان بین المللی افغانستان نبود، ممکن این حکومت وحدت ملی به دو روز سه روزی تاب نیاره و بسیار ممکن هست که مزمحل شود، چون که ما در عمر خیش ما مزمحل شدن نیروهای بسیار جدی حکومتی افغانستان را دیدیم. مثلا شما ممکن در اون وقت تولد نشده باشین، اما من مزمحل شدن اردوی بسیار قوی دکتر نجیب الله را با چشم سر دیدم که یک چنین اردو و یک چنین قوای مسلح بسیار نیرومندی در ظرف یک روز و دو روز مزمحل شد. بنابراین این حکومتی که نمیتوانه انگیزه ایجاد بکنه تا عسکر ما
در جبهه در برابر دشمن بجنگه تا یا مثلا افسر ما احساس مسئولیت و مکلفیت بکنه، به یقین که اگر حمایت نیروهای خارجی از آن جمله اگر ناتو نبود، شاید روزها دوام نیاره. پس حمایت جامعه جهانی تا این حد برای ما مهم است. اما در پهلویازو وقتی که این حمایت ها تا این حد مهم باشه، پس تاثیرگذار هم بوده میتونه خواستای جامعه جهانی بر تغییر وضعیت و بر حل مشکلات موجود میاره سنانه حکومت وحدت ملی یا نه؟ ببینین، خواسته ها و تقاضاهای ناتو و یا جامعه جهانی در صورتی میتوانه که جدی باشه و یا از جانب مردم به عنوان یک مسئله جدی در نظر گرفته شوه که جامعه جهانی متهم نشوه به اینکه پولی را به حلقاتی میپردازه و یا پولی را به کسانی میپردازه که اونها خدای ناخواسته در مبارزه با تروریسم تعلل میکنند و یا آنها خدای ناخواسته حاکمیت و پالیسی قومی را در افغانستان میخواهند تعمیم ببخشند. در این صورت ممکن هست ملت افغانستان به دسته ها و اقوام مختلف تفریق و تقسیم شوند. در این صورت هست که باز تقاضا و درخواست های ملل جامعه جهانی از آن جمله ناتو مؤثر و اثرگذار نمیتوانه باشه. مثلا آقای دوستم به عنوان معاون آقای دکتر اشرف غنی از ناتو و از کشورهای جامعه جهانی تقاضا داره که به این حکومت کمکی نکنند تا این کمک ها بالوسیله اشخاص، افراد و حلقات در قسمت تعمیم حاکمیت های قومی مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین یک چنین چیزی در صورتی که اتفاق بیفته، حتی اما صلاحیت تأثیر گذاری گفته ها و فرمایشات جامعه جهانی را هم جدا زیر سوال میبره. پس حالا مسئولیت حکومت افغانستان چی بوده میتونه؟ حداقل حکومت افغانستان در چنین یک مقطع چی مسئولیت داره، چی کار را باید انجام بده تا بتونه که وضعیت را در داخل بهبود ببخشه و همچنان رضایت خاطر حامیان افغانستان ده و هم بتونه پیش شرط هایی را که بر کمک ها در مورد افغانستان وضع شده عملی بسازه؟ ببینید، من فکر میکنم که اولا خوب هست که رهبران حکومت وحدت ملی درخواستها، تقاضاها و توقعات مردم را جدی بگیرند. در قدیم آقای ملک معمول بوده که پادشاهان، از آن جمله مثلا میگن که عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، برای اینکه کاری میکردند بیرون برمی آمدند و مراکز و یا چوک کابل را به اصطلاح تردد میکردند و اونجا سخنانی را که در موردشان، در مورد حکومتشان وجود داره میشنیدن و بعدا در خصوص اونها عمل میکردن. اما حالا ما در قرن 21 قرار داریم. همین که آقای دکتر اشرف غنی احمدزی در رسانه های اجتماعی وقتی که یک عکس خود را میمانه تبصره هایش را در پایین آن میبینه، اگر قرار باشه که امور را مطالعه بکنه، یقینا که در میابه که وضعیت بسیار بحرانی هست، وضعیت بسیار اسفناک است. بنابراین این مسئله میتوانه مورد دقت رهبرا قرار بگیره. ولی رای حل کوتاه مدت در چی است آقای رحمان اوغلی که بتونه وضعیت را در این شرایط فعلی تغییر بده و حداقل به مسیر مثبت حرکت بکشه؟ من فکر میکنم که باید رهبران حکومت وحدت ملی اختلاف خیش را کنار بگذارن. وقتی که با آدرسشان اتهاماتی وجود داره که کمکاری میکنند، وقتی که با آدرسشان وجود داره که در سیاست قومی بیشتر متوجه هستند و مردم افغانستان را به قوم ها تفریق میکنند، بنابراین در این سیاست ها تجدید نظر شوه. و در پهلوی از او من فکر میکنم که برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بیشتر مورد نظرشان بوده باشه. وقتی که شما در غور در برابر کشته شدن مردم احساس مسئولیت نکنین، به یقین که شما کاری را به پیش برده نخواهد دانستین. ولی آغاز این کار از کجا باید باشه آقای رحمان اوغلی؟ من فکر میکنم که آقای دکتر اشرف غنی احمدزی که حالا همکاره امور دولتی در افغانستان هست، اولا یک مطالعه لازم از کارکردهای دو ساله خیش داشته باشند و بیشتر متوجه این مسئله بوده باشن که مردم راضی هست و یا نه، و در مسئله چگونه میتوانن اقدام بکنن که نارضایتی مردم را به نحوی برطرف بکنن و یا اینکه
یعنی تاکیدتان این است که باید آسیب شناسی صورت بگیره و از اونجا کار آغاز شود. به یقین که بدون آسیب شناسی رهبران حکومت وحدت ملی و بخصوص دکتر اشرف غنی احمدزی نمیتوانه توقعات و انتظارات مردم را پورا بکنه و حتی نمیتوانه امون اختلافی که میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره امون را برطرف بسازه. یعنی تاکید بیشتر شما در بحث دیگه این است که باید هم دیگر پذیری به وجود بیاد و یک دیگر را بپذیرند و میتونن که به مسیر خوب حرکت هم کنن. ببینن یقینا اگر هم پذیری نبود، اگر احترام با اندیشه ها موضع گیری های همدیگر نبود و اگر قرار بود که موضع گیری های همدیگر را و افکار همدیگر را صرف با جواب هایی که انسان ها را تحریک میکنه، انسان ها را در یک وضعیت به اصطلاح مقابلوی قرار می دهد، اگر قرار باشه که با چنین شیوه و برخوردی حکومتداری را ادامه بدن، در اون صورت کار به جایی نخواهد رسید. سپاسگزارم آقای رحمان اوغلی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان، از حضور شما در بحث. سپاس شما.